وزن بدن ما، تاقی یا لاغر بودن ما رابطه مستقیمی با غذایی که میخوریم داره. بعضی از غذاها به لاغر شدن ما کمک میکنند و بعضی از غذاهای دیگه مانع لاغری ما میشند و ما رو تاختر میکنند. اگه شما تصمیم دارید که از شر تربیه های بدنتون خلاص بشید و لاغر بمونید باید ده مورد از غذاهایی که در ادامه بهش اشاره میکنم رو از رژیم غذاییتون از برنامه غذاییتون حذف بکنید که سریعتر بتونید به این هدف برسید یعنی این ده مورد غذایی که در ادامه بهش اشاره میکنم در روند لاغر شدن شما در روند تربی سوزی کردن اختلال ایجاد میکنند که باید این ده مورد رو از برنامه غذاییتون حذف بکنید اگه میخواید این ده مورد رو بشناسید با من همراه باشید که یکی یکی بررسیشون کنید اولین غذایی که باید از رژیم غذایتون هست بکنید سیب زمینی سرخ کرده و تیپسه سیب زمینی آب پز و پخته یک غذای مناسبیه که باعث ایجاد حس سیری در شما میشه اما در مورد سیب زمینی سرخ کرده و چیپس این مسئله صدق نمیکنه. مصرف زیاد سیب زمینی سرخ کرده و چیپس میتونه باعث افزایش وزن و تاقی شما بشه. چون سیب زمینی خودش به تنهایی سرشار از نشاسته است و کالری بالایی داره. حالا وقتی که شما میایید سیب زمینی رو سرخ میکنید، روغن زیادی هم بهش اضافه میشه که اون روغن که از روغنهای های بی کیفیت و مضر هم هست خودش باعث افزایش کالری دریافتی و افزایش وزن میشه اگه شما سیب زمینی دوست دارید میتونید اون رو به صورت آبپز یا کبابی مصرف بکنید شماره دو نوشیدنی های قنددار نوشیدنی های آبی قند مثل نوشابه و دلستر و سایر نوشیدنی هایی که قنددار هستند از ناسالم ترین نوشیدنی های روی زمین هستند نوشیدنی های قنددار با افزایش وزن و چاقی رابطه مستقیمی دارند و مصرف زیاد اونها باعث انواع بیماری ها میشه مثل دیابت نوع دو چون نوشیدنی های قنددار نه تنها باعث ایجاد حس سیری در شما نمیشن شما را گرسنه هم میکنند و در نتیجه شما علاوه بر اینکه کالری زیادی با خوردن نوشابه دریافت میکنید دوباره برای برطرف کردن احساس گرسنگی باید برید غذا بخورید که همین موضوع باعث میشه کالری ورودیتون افزایش پیدا بکنه و شما ساختر بشید نکته دیگه که در مورد نوشیدنی های قندار باید بدونید اینه که کالری که از طریق غذا خوردن به دریافت میکنید با کالری که از طریق مایات دریافت میکنید سرعت جذب متفاوتی دارند و کالری نوشیدنی ها بسیار سریعتر سزد میشن این مسئله باعث میشه که قند خونتون به صورت ناگهانی بالا بره وقتی که قند خونتون بالا رفت در بدن شما هورمون انسولین بیشتری ترشح میشه و هورمون انسولین باعث میشه که اون قند خون سریعتر از خونتون زن بشه و تبدیل بشه به چربی و در بدن شما مخصوصا در ناحیه شکم و پهلوتون ذخیره بشه بنابراین اگه واقعا به دنبال کاهش وزن هستید باید از انواع نوشیدنی های قندار فاصله بگیرید شماره 3 نان سفید نان های سفید مثل نان باگت و نان لواش از غلات تصویر شده تهیه میشن غلات تصفیه شده به خاطر شاخص گلاسمی بالایی که دارند باعث میشن قند خون به طور ناگهانی بالا بره و همانطور که توضیح دادم باعث افزایش چربی در بدن شما بشه در یک سری مطالعات مختلفی که انجام دادند متوجه شدند که افرادی که از نانهای سفید هر روز در برنامه غذاییشون استفاده می کنند بیشتر در معرض چاقی و اضافه وزن قرار دارند پس هنگام لاغر شدن بهتره که به جای نان سفید از نانهای سبوستار استفاده بکنید مثل نان سنگک و نان جو شماره چهار آب نباتا و شکلاتا آب نبات و شکلات یک ماده غذایی سرشار از شکر هستند و در ترکیب اونا از روغن و آرتای تصویر شده هم استفاده میشه. آب نبات شکلات سرشار از کالری و تقریبا هیچ ماده مغذی نداره و به طور مثال یک شکلات میتونه 300 کالری وارد بدن شما بکنه که این عدد نسبتا زیادی هست و خوردن زیاد شکلات باعث میشه که شما کالری دریافتیتون بالا بره و تربی در بدنتون ذخیره کنید شماره 5 آب میوه ها بسیاری از آب میوه‌ای که در مغازه ها میبینید دارای مقدار زیادی کنسانتره میوه و شکر هستند و معمولا هیچ کدومشون صد درصد طبیعی نیستند اگر این آب میوه ها بیشتر از نوشابه ها قند نداشته باشند کمتر از اونا هم ندارند به اضافه اینکه آب میوه ها فیبر هم ندارند و چون نیاز به زویدن اونا نیست نمیتونند به خوبی شما رو سیر بکنند پس بعد از خوردن آب میوه بازم شما احساس گشنگی بهتون دست میده و بیشتر غذا میخورید. در واقع همه تاثیراتی که نوشابه ها برای افزایش وزن دارند آب میوه ها هم دارند. بنابراین اگه شما از طرفداران آب میوه هستید بهتره که برای لاغر شدن به جای آب میوه از میوه های تازه استفاده بکنید. شماره 6 کیک و شیرینی ها میدونید که شیرینی ها و کیک ها از ترکیبات ناسالمی مثل شکر و قند آرد تصویر شده و روغن های زامد تهیه میشن همه این ترکیبات علاوه بر این که باعث افزایش وزن و شما میشه تاثیرات منفی دیگه ای هم در بدن داره خوردن شیرینی و کیک باعث میشه که شما مجددا بعد از زمان کوتاهی احساس گشنگی بهتون دست بده و غذای بیشتری بخورید به خاطر همون هرمون انسولین شماره هفت بستنی بستنی یک خوراکیه بسیار خوشمزه که سرشار از کالری و پر از شکره البته مصرف مقدار کمش هیچ مشکلی نداره اما مشکل از دای شروع میشه که به خاطر طعم خوبش در خوردنش زیاد روی میکنیم و زیاد ازش استفاده می کنیم اگه خیلی به خوردن بستنی علاقه دارید سعی کنید که خودتون تو خونه خودتون درستش بکنید و از چکر کمتری استفاده بکنید شماره 8، پیتزا و ساندویچ پیتزا و ساندویچ هم از معروف ترین پس هستند که خیلی دوستشون دارند اما خب اینا هم غذاهای ناسالمی هستند این غذاها هم سرشار از کالری هستند و غلات تصویر شده و گوشت های فراوری شده دارند پیتزا و ساندویچ رو هم میتونید در خونه خودتون از ترکیبات سالم و غذاهای سالم درست بکنید شماره نو قهوه های آماده قهوه یک نوشیدنی محبوب در بین مردم هست که ترکیبات مفیدی هم مثل کافئین داره و همین کافئین باعث میشه که متابولیسم بدن شما افزایش پیدا بکنه و شما تربی بکنید اما این موضوع در رابطه با قهوه های آماده صدق نمی کنه. چون قهوه های آماده شکر و خامه زیادی در خودشون دارند و همین موضوع باعث میشه که کالری بیشتری دریافت بکنید و باعث افزایش تربی در بدن شما بشه یعنی قهوه تلخ باعث میشه که شما تربی سوزی بکنید ولی قهوه های آماده که شکر و مواد قندی داخلشون هست باعث میشن که شما چاختر بشید پس اگه علاقمند به قهوه هستید بهتره قهوه رو بدون قند استفاده بکنید شماره ده غذاهایی که قند و شکر دارند همونطور که گفتم شکر یکی از بدترین ترکیباتی است که متاسفانه در عصر حاضر استفاده زیادی در بین مردم داره مصرف قند و شکر باعث بروز انواع بیماری ها میشه غذاهایی که شکر زیادی دارند معمولا کالری زیادی وارد بدن شما میکنند بدون اینکه شما رو سیر بکنند و از جمله غذاهایی که حاوی شکر زیادی هستند غلات صبحانه بیسکویت ها و ها هستند که باید از مصرف این مواد غذایی هم فاصله بگیرید و ازشون دوری بکنید اگر که میخواید لاغر بشید نشته دیگه که در خرید مواد غذایی باید بهش دقت بکنید برچسب کمتر یا به تربیه معمولا غذاهایی که این برچسب رو دارند برای بهبود تم و بافت غذا به اون شکر بیشتری اضافه می کنند که باید این نکته رو در نظر داشته باشید و کمتر ازشون استفاده بکنید یعنی در کل قند و شکر ضرر بیشتری از سربی ها داره و شما نباید گول برچسب های کم سرب رو بخورید چون این مواد غذایی شکر زیادی داخلشون هست نکاتی که تو این ویدیو گفتم رو اون ده مورد رو از برنامه غذایتون هست بکنید که سریعتر بتونید تربیسوزی سوزی رو تجربه بکنید در رابطه با لاغری و تربیسوزی کلی ویدیو زد کردم که در کانال هست و شما میتونید ازش استفاده بکنید اگه اون ویدیوها رو ندیدید حتما از اون ویدیو هم استفاده بکنید نکاتش رو یاد بگیرید تا کامل با فرایند چربیسوزی و لاغر شدن آشنا بشید هر سوالی نظری داشتید در کامنت ها برام بنویسید تا در ویدیوهای بعدی با توجه به نظرات شما با توجه به کامنت های شما ویدیوهای بعدی رو براتون آماده کنم متشکرم